کیوان جاوید هستم و این برنامه نگاه روزه که میبینید. سهیل عربی دست به اعتصاب خشک زده در اعتراض به ادامه زندانی بودنش. امروز با شیوا محبوبی سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در همین رابطه گفتگو داریم. اما پیش از اینکه شیوا محبوبی رو داشته باشیم، دوست دارم صحبت‌های خیلی شیرین و در واقع امیدبخش و در عین حال ناراحت کننده دختر خردسال سهیل عربی رو با هم ببینیم و برگردیم به برنامه. خب شیوا محبوبی، ما این صحبت‌های خیلی دلنشین دختر سهیل عربی روژان اگه اشتباه نکنم رو اینجا شنیدیم. اولین احساسی که شما دارید در رابطه با شنیدن همین صحبت این دختر خردسال چی هست؟ راستش رو بخواید، من هر بار صحبت هر بچه رو از جمله روژانا رو میشنوم قلبم واقعا میگیره، و اینکه چه تأثیر وحشتناک روحی روانی تو این بچه ها و زندگی آیندهشون داره، فقط حالا نیست بلکه تمام زندگیشون رو تحت تأثیر قرار میده. همونطور که این بچه که از بودن با پدرش در واقع محروم هستش به مدت چهار سال به قول خودش جشن تولدش با باباش نبوده، تنها کادویی که کم داره باباش هستش، و واقعا شاید بگم جزو شاید وحشتناکترین داستانهایی که این انسان میتونه بشنوه که کودکی در این مورد صحبت کنه. اینو در نظر داشته باشیم، روژانا داره در مورد این حرف میزنه ولی تو قلبش داره گریه میکنه، تو خلوتش داره نمیتونه درک کنه چرا نباید بابا من پیشم باشه، یه کودک هستش و درنتیجه به شدت دردناک هستش. خب به این برسیم که سهیل عربی از چه سالی در زندانه و چرا در زندانه؟ سهیل عربی در واقع یک فردی مثل خیلی از ماها، نظراتش روی فیسبوکش، روی بلاگش نوشته، مثل خیلی های دیگه تو این دنیا که تو دنیایی زندگی میکنن که حق آزادی بیان دارن. سهیل هیچ جرمی مرتکب نشده، اما به زعم جمهوری اسلامی سهیل جرمش اهانت به اسلام، اهانت به پیغمبر، اهانت به امامان شیعه هستش. سهیل در واقع یک وبلاگ نویس هستش، فیسبوک داشته، رو فیسبوکش می نوشته و به اون جرم در واقع سپاه پاسداران در واقع اعلام جرم کرده و سهیل رو دستگیر کرد سال 92، همزمان همسرش رو هم دستگیر کرد، اما بعد از چند روز همسرش رو آزاد کرد. سهیل بهش حکم اعدام دادن در ابتدا، اگر بینندگان تو خاطرشون باشه در اون موقع در واقع اوجی از کارزارها و حمایت از سهیل بود که باعث شد جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه و حکم اعدام سهیل تبدیل بشه به 7 سال زندان و 2 سال تحقیق در مورد مطالب و نوشته های اسلامی، که این هم جزء حکمش بود که بتونه توبه کنه و پشیمون بشه، که بعد از چندین سال هنوز صدای رسای سهیل رو میشنویم. همسرش رو اخیراً دوباره دستگیر کردن و در واقع سهیل همونطور که اشاره کردیم دست به اعتصاب قضا زد به خاطر اینکه
تهدیدی که روی در واقع به قول خودش رفع تهدید قضایی از روی همسرش و مادر همسرش. همسرش رو دستگیر کردن، گفتن که همکاری کردی در تبلیغ علیه نظام، به این معنی که همسرش با رسانه ها در مورد همسرش صحبت کرده. جرمش اینه که صدای همسرش بوده، صدای دخترش بوده. و در حال حال از اول مه سهیل دست به اعتصاب قضایی خشک زده، وضعیت جسمیش به شدت وخیم هستش. مادرش تقاضا کرده از همه مردم که فردا دوشنبه در مقابل مجلس ساعت 10 صبح گرد هم بیان، خودش اونجا قرار باشه و از مردم خواسته حمایت بکنن. سهیل در زندان هستش به خاطر اینکه آزادی خواهه. من میخوام فقط چند خط از این نامه سهیل رو بخونم که واقعا به شما میگه سهیل کی هستش و سخن کی هستش. سهیل در نامه که نوشته در یه دو خطش نوشته، اولش گفته که سهیل رو فکر میکنی شکستی ولی سهیل ها رو تکثیر کردی، و میگه که من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که نمیخواست نسل سوخته بماند، نسلی که نه زندگی کرد که از مرد بترسد و نه آزاد بود که در از زندانهایتان حراسی داشته باشه. 4 سال جشن تولدم رو پشت میله های زندان میگذرونم و 4 سال دخترم خاطراتش رو با من فقط در زندان اوین داره. سهیل عربی صدای سینا دهقانه، صدای خیلی های دیگه است که جرأت میکنن نظرشون رو بگن، جرأت میکنن انتقاد میکنن به اسلام و قوانینش، و سهیل عربی این هستش. به همین دلیل باید هممون حمایت کنیم. بله، مادرش فراخوان داده فردا روز دوشنبه ساعت 10 صبح جلوی مجلس. شما چه فراخوانی دارید؟ شما چطور میتونید کمک بکنید؟ کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی و دیگر مردم ها، بالاخره آزادی خواهان، انسانهای شریف در ایران و خارج ایران چه کار میتونن بکنن؟ ببینید، اولا سهیل عربی یک پروندهش بسیار شناخته شده است در سطح دنیا. در واقع چند سال پیش واقعا تمام مردم حمایت کردن از سهیل عربی. چیزی که ما به عنوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی منعکس کردیم، صحبتشو، صحبت مادرشو، در این حال در نظر داریم در مقابل چند وزارتخانه خارجه در کشورهای مختلف در اروپا دست به تظاهرات بزنیم، از مردم خواستیم که بتونن به جاهای مختلف، به سازمانهای جهانی، به سازمانهای حقوق بشر مراجعه کنن و از اونا بخوان که فشار بیارن که سهیل عربی رو آزاد بکنن. مثلا این هستش که شما اگر هر فردی، هر سازمانی حتی یک مقدار به آزادی بیان عقیده داره، به نظر من این موقعش هستش که از سهیل عربی حمایت کنه. من فکر میکنم فراخوان مادر سهیل عربی صرفا فراخوان برای فرزندش نیست، داره میگه که بیاییم برای آزادی بیان، بیاییم از این بچه هامون که به خاطر اینکه دارن نظرشون رو ابراز میکنن حمایت کنیم. به نظر من گرد آمدن در مقابل مجلس فوق‌العاده مهم هستش. همین حالا خود مقامات به سهیل فشار آوردن که اعتصابش رو بشکنه، اما سهیل حاضر نشده، گفته میخوام به خواستهام برسم و حتی گفته من خودم رو آماده کردم که بمیرم تا اون هم حاضر نیستم. و من فکر میکنم که در حال حاضر فراخوانم اینه که واقعا هر کسی اگر از هر جنبه ای از انسانیت، از در واقع حق آزادی بیان حمایت میکنه، وقتش هستش از همین امروز که در ایران تعطیلی رسمی نیست، در واقع امروز یک شنبه است، شروع کنه. مثلا کاری که ابتکاری که در رابطه با رضا شهابی سعید شیرزاد رو بیره کردن، رو دیوارا نوشتن خواستار آزادی شدن. فردا ساعت 10 صبح مادر سهیل عربی فراخوان داده که من اونجا هستم، بیان به من بپیمندید. از همه خواسته صدای سهیل باشن. مادرش با این کار داره جون خودش رو به خطر میندازه. جمهوری اسلامی از قبل خانواده سهیل رو تهدید کرده. مادر در واقع سهیل 3 بار سکته کرده، در بدترین وضعیت هستش، ولی داره میگه چی؟ به مردم میگه بیاین و حمایت کنیم. من فراخوانم اینه که فردا ساعت 10
به مادر سهیل عربی در مقابل مجلس ساعت 10 صبح پیوندیم، در مقابل وزارتخانه‌های خارجه کشورهای مختلف گرده هم بیاییم. ما این رو به این دلیل میگیم که بتونین از طریق این وزارتخانه ها به جمهوری اسلامی نامه بدن و فشار بیارن سراغ سازمان‌هایی که مدافع حق آزادی بیان هستن، برین ازشون بخواین نامه بنویسن. کسانی که در بلژیک هستن در مقابل پارلمان اروپا میتونن تجمع کنن، هر جایی که باشه. ببینیم یه چیز در نظر بگیریم، سهیل اسم شناخته شده ای هستش برای تمام دنیا. در نتیجه ما باید تمام قوا رو به کار ببریم که فردا بتونیم در نه تنها در مقابل مجلس، در هر جایی که میتونیم اعتراض بکنیم. با مثلا اینه که سهیل عربی رو قرار بود آزاد بکنن، اما حتی اون رو هم اجرا نکردن. ما ثابت کردیم که چند وقت پیش و جمهوری اسلامی اتفاقا از این عصبانی هستش، حکم اعدام سهیل عربی رو با اعتراض جهانی ما شکستیم. اگر اون نبود سهیل عربی دیگه در میان ما وجود نداشت. پس یک بار دیگه خانوادش، خودش، دخترش که همین حالا صحبتاشو شنیدین، از ما میخوان که بیایم جلو، بیایم حمایت بکنیم. سهیل فقط متعلق به روژانا، نسترن و مادرش نیست. سهیل متعلق به همه ماست. همونطور که حالا گفته با شجاعتش داره میگه که من صدای این نسل هستم و درست میگه. بله. شیوا محبوبی خیلی ممنون، وقت برنامه‌مون تموم شد. حتما در برنامه‌های دیگه شما را خواهیم داشت و امیدوارم فردا هرچی بیشتر مردم جمع بشن در مقابل مجلس و ما شاهد آزادی سهیل عربی باشیم. خیلی ممنون که در برنامه شرکت کردید. بله بینندگان عزیز، گفتگو داشتیم با شیوا محبوبی در برنامه نگاه روز. با همه توان از سهیل عربی حمایت کنیم. شاد و پیروز باشید. بهتر زندگی نسترده موبر کنید هرون شده از این موضوع انجام دارید.